خیلی عالی بود با لبنان، یعنی شما اقلن 8 گل باید میزدید، درسته یا نه؟ شما بودن موقعیت های کامل، یعنی آنچنان مسلط بودید که اصلا همه بازی دست شما بود. در کره هم شما مسلط بودید، ولی خب تاکتیکتون این بود که بالاخره یه جوری دفاعی بازی کنید و از فرصت ها استفاده کنید و هم تاکتیک هم تاکتیک درستی، اما واقعا مسلط بودید، با اینکه فشار اونا خیلی زیاد بود، توپایی که میمد رو دروازه اونا معمولا صاحب میشد، ولی شما کنترل میکردید، مدیریت میکردید، کار رو جلو میبردید. من فکر میکنم آقای کفاشی یه همعهد بشیم با هم، همه با هم قرار بذاریم، ما میخوام بریم مرحله دوم حداقل. به خودم میتونی، یعنی میتونی دیگه، این هست تو وجودتون هست، یه خورده با تمرینا بازی های تدارکاتی رو زیاد کن، زیاد کنید. من میخوام به شما بگم هر چیزی که نیازه، حالا دولت یه معنی دیگه عوض میشه، مهم نیست که دولت عوض میشه، شما هر چی نیاز دارید تا جام جهانی از الان بگید همین دولت اینا رو تامین میکنه، که دیگه شما دغدغه پشتیبانی و نمیدونم بازی تدارکاتی و اون مشکلاتی که آینه کنم گفتن نداشته باشید. واقعا خیال بچه از این جهت و خیال تیم از این جهت راحت باشه، تنها فکر شما مرحله دوم باشه، و من فکر میکنم اگر برسید مرحله دوم اون وقت خواهید دید یه اتفاقات بهتری میفته. یه دفعه میبینید توی مثلا 16 تیمید یا 8 تیمید، 8 تیم میشه دیگه مرحله دوم باشه، 16 تیم یه 4 گروه ها 8 گروه میشه، 8 تا 2 تا میاد بالا، یه هم میبینید تو اون 16 تا هم از خیلی بهترید. یعنی مثلا خودباوری اینجوریه، آدم خودشو باور کنه قبل از اون یه جور دیگه میبینه شرایطو، اما از یه مرحله عبور میکنه همه برآورده عوض میشه، همه معیارها عوض میشه، ذهن آدم عوض میشه، اصلا خودشو در یه جای دیگه میبینه. میتونید برید واقعا همونطور که والیبال ما شو جزء در 12 تا تیم دنیا، حتما فوتبال ما بهتر از اون میتونه بشه جزء 12 تیم، چون گستره فوتبال در ایران، سابقه فوتبال خیلی بیشتره. الان تو تمام کوچه پس کوچه های ایران فوتبال بازی میکنن، اما همه جا والیبال بازی نمیکنن. فوتبال 100,000 تا تماشاچی میاد برای بازی داخلی، اما والیبال که والیبالمون الان رسیده، حتما شما بهتر میتونید برسید. ما پشتیبانی کامل میکنیم. آقای کفاشی هم بشینید از الان برنامه ریزی کنید. آقای کیروش هم مربی خوبی است، منتها من میخوام از ایشون هم یک تو خواهش میکنم. بالاخره دیدید تو ایران جای خیلی خوبی است، مردم ایران مردم خوبی هستند، تیم ایران تیم خوبی است، اینو با چیز دیگه نمیشه عوض کرد. هستن کسانی که زندگیشون رو با چیزهای دیگه تنظیم میکنن، اما یه رابطه انسانی، رابطه دوستانه، افتخار ورزشی، اینا قابل ارزیابی با پول و نمیدونم اینا نیست، واقعا با این چیزا نیست. بعدش هم یه خورده بالاخره شما باید حوصله‌ات بیشتر باشه، حوصله شما باید خیلی زیاد باشه. شما مربی هستید، انشالله تو دنیا میخواد بیشتر بدرخشید، قراره با تیم ایران برید مرحله دوم جام جهانی، یه رکورد برای خودتون ثبت بکنید. دیگران هرچی میگن بگن، همون خونسردی شما بهترین جواب برای اونها هست. البته شما من دیدم غیرتی شده بودی، رفتی و سراغ اون مربی ولی بالاخره ما شخصیت شما یه شخصیت خیلی محترم و شخصیت عالم و شخصیت خیلی خوبی میشناسیم، ملت ایران اینجوری شما رو میشناسه، کادر مربیگری رو همینطور میشناسیم، کادر خوبی دارید. نظر مشورتی بچه ها رو هم بگیرید، یعنی بچه ها مشارکت کنید از همین الان. ما یه فدراسیون نداریم، یه تیم، یه مربی، یکی هستیم، واقعا همه باید همدل بشیم. اگر همدل بشیم حتما اهدافمون محقق بشه. خب الان انرژی هسته‌ای، فناوری هسته‌ای جز پیشرفته ترین فناوری های دنیاست. اون روزی که ما گفتیم میسازیم، اون غربی ها اومدن مسخره کردن ما رو، گفتن این خالیبندی کرده، اصلا نمیتونن ایرانی ها بسازن. ما رفتیم نتنز بچه ها جمع کردیم،
دعوت کردیم گفتیم اینا اینو میگن میتونید بسازید یا نمیتونید. ما میخوام شما حساب کنیم. گفتن آقا حساب کن ما میسازیم. گفتم من رو شما حساب میکنم، میرم در مقابل همه دنیا اعلام میکنم، وای میستم دفاع میکنم، هر امکانی هم خواستی در اختیارتون میسن. بچه ها واقعا نمیگم از زیر صفر، ولی تقریبا از صفر شروع کردن، به سرعت خودشون رو رسوندن و ما به دنیا هم که نوازده شدیم. همون استعداد بالاتر تو شما هستش، من اینو ایمان دارم. بله اون پیچیدگی‌های خودشو داره، فوتبال هم پیچیدگی‌های خودشو داره. فوتبال هم یه دانشه، یه علمه، یه طراحی هوشمندی است. بشینید آقای کفاشیان با هم با بچه‌ها هم قسم بچه‌ها نظر بده بعد تو کمک بکنن در تصمیم گیری های شما. بشینید واقعا یه جدول زمانی بنویسید، خودتون بچه‌ها کمک کنن جدول بنویسید، بگید این کارا رو باید بکنیم تا بریم مرحله دوم. از همین الان رو همون زمانبندی عمل کنید. هر چقدر بازی میخواید بکنید با هر تیمی از دنیا که بپذیره برید طراحی کنید. شما بازی تدارکاتی تقریبا نداشتید تو این دوره دوم، تمرین کردید. خب الان دیگه میخواد برید جام جهانی، باید بشینید هر چیزی که تفاهم کردید بشینید برنامه‌ریزی کنید، 5 تا 10 تا از همین الان 15 تا واقعا بذارید. این دفعه رفتید باید همینطوری که الان تو آسیا درخشید، یعنی یه بار دیگه همه تو آسیا فهمیدن فوتبال ایران یه چیز دیگه است. چون همیشه از ایران وحشت داشتن، همیشه از اسم ایران، فوتبال ایران همیشه میترسیدن. الان یه بار دیگه این تشدید شد، تعمیق هم شد، یعنی حسابی محکم شد، همه بیدن ایران رو نمیشه روش همینطوری رفت و با ایران بازی کرد. اگه یا تو ماشه چند سال پیش، 8-10 سال پیش در یه دوره پیش اومد که آقا ولکن بابا، الان فهمیدن ولکن بابایی نیست. ایران وقتی میاد وسط همه معادلات رو به هم میزن. طراحی بکنید، برنامه تون رو به منم بدید، هر تدارکی که میخواید ما همین الان اون تدارک رو فراهم کنیم. اینا رو همه رو انشالله ما در خدمتون هستیم. به خدا توکل بکنید، توکل به خدا، یاد خدا خیلی نیرو میده به آدم. خوبه که این بازیتون و فیلمشون خودتون بذارید، آقای کفاشیان، آقای کیروش بذارید، خودتون یه بار خودتون رو ببینید، ببینید چی بودید اونجا. این آقای صادقی خب سنش از شما تو تیم بالاتر دیگه، درسته؟ 27 سال 28 سال 32 سال جزه تقریبا میانه به بالاست ها؟ ولی واقعا خوب میدوید. تو این بازی هایی تیم داخلی جور نمیدوده تو این لیگ و اینا پولم بیشتر میدوده اینجا بشه، ولی خب اقلی بایدیدم مثلا جلال حسینی واقعا سید، همه تون همینطور بودید. الان من نمونه میگم، واقعا سید جلال اصلا با همه وجودش تو زمین بود. سوتی موتی هم قبلی نبود، تنظیم بود. بگزاده همینطور، همه تون واقعا در آنگو که دیگه آخر غیرت آخر خسرو. خب من باز ناراحت شدم گفتم پاش آسیب دیده، انشالله خوبش، غلط بری اومد. بقیه بچه ها همه رحمان رو گفتم دیگه. شجاعی کجا نشسته؟ شجاعی خوب بود، خوب بود، بردم قوچن نجادم گفتم. همه واقعا باز خیلی خوب بازی کردید، منتظری همه بچه ها. رضایی هم که آخر اومد خوب، ایشون هم که آخر اومد من اسمش یادم نمون، حاصفی، آقای حاصفی. یه بار دیگه فیلم خودتون رو ببینید با همین روحیه، اما با تمرین بیشتر. خب همدیگر اگه پیدا کنید من مطمئن هستم اون تیمی که دور قبل ازش باختیم که آقای کیروش مربیش بود، برید اونو خواهید برد.
واقعا میتونه اون تیمو ببرید، ولی خب میبرید اون تیمو شما تک تکتون بالاخره این نیاز به تمرین داره، همدیگه رو پیدا بکنید، تک تکتون بالاتر از همه اونها بودید. من مجدد از شما تشکر میکنم، از خانواده هاتون تشکر میکنم، بالاخره خانواده ها خیلی باتون همراهی میکنن، اردوهای سخت، دور بودن از خانواده پشتیبانی میکنن، از همتون تشکر میکنم، بازم بهتون تبریک میگم، دستون درد نکنه. ما انشالله با نکونام هم یه جلسه جداگونه با هم خواهیم داشت، بعضی مسائلی که بچه ها دارن ایشون به من منتقل میکنه، هر مقدار از دست من بر بیاد انشالله پشتیبانی خواهم کرد که تیم بتونه افتخارات بیشتری رو برای ایران عزیزمون کسب کنه. جذابترین بخش این دیدار اعلام جوایز بود. اجازه داده بشه به دوستانمون یک ماشین وارد کنم که بسیار بالاتر از اون چیزی بود که قبلا داشتیم. اینم شامل همه اکراد میشه. آقای دکتر مرادی هم تشریف داشتن، از طرف جناب علیشون وعده دادن که 50 میلیون تومان دیگه هم ما به دوستان بدیم. جوگیر شده به نظر شما. آقای روحانی هم در دیدار اعضا و کادر فنی تیم ملی بر حمایت دولت از ملی پوشان برای حضوری قدرتمند در جام جهانی 2014 برزیل تأکید کرد. من چند ساعت قبل از بازی که با کاپیتان تیم جناب آقای نکونام تلفنی صحبت می‌کردم، گفتم که همه مردم انتظار یک پیروزی و به دنباله شادی دوم رو ما باید در ایران شاهد باشیم. دولت آینده از هیچ خدمتی و تلاشی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد. به نمایندگی از طرف ملت ایران از شما سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم و امیدوارم در همه صحنه های زندگی پیروز و موفق و سربلند باشید انشاءالله.